کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. ملت عشق داستانی عاشقانه و معنویه که دل هر خواننده‌ای رو به تسخیر در میاره. با خوندن این کتاب سفری معنوی و عاشقانه رو در دل تاریخ و عرفان تجربه کنید. ملت عشق نه تنها یک داستان بلکه یک سفر درونی به سوی عشق و عرفانه. توی این کتاب به زیبایی دوتا خط زمانی موازی عشق و عرفان در هم ادغام شدن. ملت عشق تجربه عمیق از عرفان و عشق حقیقی رو برای انسان به ارمغان میاره. ملت عشق، نوشته الیف شافاک، گوینده شادی آزادی، کیمیا قونیه، رجب 642. وقتی به فرزندی قبولم کردند 12 سال داشتم. پدر و مادر واقعیم آدم های ساده روستایی بودند. از آدم هایی که از صبح علی‌الطلوع تا غروب آفتاب توی مزرعه توی باغ کار می کنند و زودتر از موقع پیر می شوند. در خانه یک اتاق و کوچک زندگی می کردیم. خواهرم و من در یک سر اتاق روی یک تشک می خوابیدیم. کنارمان اشباح برادر و خواهرهای مرده ایمان می خوابیدند. 5 نوزادی که پشت سر هم مرضهای ساده‌ای گرفته بودند و جان داده بودند. توی خانه فقط من بودم که اشباح را می دیدم. هر وقت می خواستم تعریف کنم آن روحهای کوچک چه کار می کنند، زهره خواهرم آب می شد. مادرم هم می زد زیر گریه. سعی می کردم توضیح بدهم، تعریف کنم، اما بیفایده بود. اصلا نه چیزی بود که باعث نگرانی بشود و نه چیزی که باعث ناراحتی بشود، چون هیچ یک از این شبح‌های کوچولو به نظر ناراحت نمی رسیدند یا ترسناک. اما همین را نمی توانستم هیچ جور به خانواده ام حالی کنم. روزی از روزها حکیمی فرزانه به روستای من آمد. خسته بود، گرسنه بود و تشنه. موهای سر و ریشش ژولیده بود و از بس جلوی آفتاب چشمهایش را تنگ کرده بود، روی صورتش چروک‌های عمیقی افتاده بود. پدرم مرد بی‌نوا را به خانه من دعوت کرد تا نفسی تازه کند و کمی بیاساید. آن شب همگی دور منقل نشستیم. حکیم حکایت‌های سحرآمیز از سرزمین‌های دور برای من تعریف کرد. همانطور که او با صدای یک نواخت حرف می‌زد، من هم چشمهایم را بستم و همراه با او از صحراهای عربستان و چادرهای بدوی‌های شمال آفریقا و آب‌های آبی مدیترانه را سیاحت کردم. حکیم هر کجا را که تعریف می‌کرد، من هم توی ذهنم همانجا را مجسم می‌کردم و می‌گشتم. در شنزاری یک مناره شیطان پیدا کردم. توی جیبم گذاشتمش. می‌خواستم از یک طرف شنزار به طرف دیگرش بروم که ناگهان بوی زننده و بد به مشامم خورد. ناچار ایستادم و چشم‌هایم را باز کردم. دیدم روی زمین افتادم. نگو قش کرده بودم، نگو خواب می دیدم. همه اهل خانه دورم جمع شده بودند و با نگرانی نگاه هم می کردند. مادرم با یک دستش سرم را نگه داشته بود و با دست دیگرش پیازی نصفه را جلوی دماغم گرفته بود و مجبورم می کرد بویش کنم. خواهرم شادمانه دستهایش را به هم زد. حالش سر جا آمد، زنده باد، کیمیا برگشته. مادرم آه عمیقی کشید و گفت خدایا شکرت. بعد به طرف حکیم برگشت و قضیه را توضیح داد. کیمیا از وقتی خیلی کوچک بود این مریضی را گرفت. همینطور که نشسته یک دفعه قش می کند. حکیم چیزی نگفت، فقط با دقت به من نگاه کرد، طوری که انگار می خواست فکرم را بخواند. صبح روز بعد خیلی زود بلند شد. از همگی من یکی یکی تشکر و خداحافظی کرد. اما پیش از رفتن پدرم را گوشه کشید و گفت دختر تو بچه ای استثنائی است. خدا به او استعداد بزرگی بخشیده. اگر ارزش چنین هدیه ای دانسته نشود، حیف می شود. کیمیا را حتما به مکتب بفرستید. مادرم که گوش تیز کرده بود تا بفهمد حکیم چه می گوید، یک دفعه وسط حرفهایش پرید. دختر چه احتیاجی به مکتب دارد؟
حکیم به دخالت مادرم اهمیتی نداد و گفت: چون فرزندتان دختر است به این معنی نیست که از چشم خدا افتاده. حق تعالی به او استعداد بخشیده، مگر شما نعوذ بالله از خدا بهتر می دانید. حالا که دخترها مکتب ندارند دخترتان را به شخصی عالم بسپارید. مادرم سرش را طوری تکان داد که انگار بخواهد بگوید عمرن، اما پدرم انگار گیج شده بود. پیدا بود حرفهای حکیم رویش تأثیر گذاشته، به آدمهای تحصیل کرده به علم و فنون اهمیت می داد. مرا هم خیلی دوست داشت پدرم. پرسید: اما کسی از علما را نمی شناسیم، از کجا پیدا کنیم؟ آن لحظه بود که حکیم پیر پیشنهادی داد که مسیر زندگیم را به کلی عوض کرد. فردی بی نظیر در قونیه زندگی می کند. اسمش مولانا جلال الدین رومی است. ممکن است داوطلب پرورش دختری مانند کیمیا شود. دخترت را نزد او ببر، پشیمان نمی شوی. همین که حکیم پایش را از خانه بیرون گذاشت، مادرم دستهایش را از دو طرف باز کرد و بنای قلند گذاشت. حامله ام، کیمیا باید کمک حالم باشد. تازه دختر جماعت چه احتیاجی به درس و مشق دارد، چه حرفا. بنشید توی خانه و بچه داری یاد بگیرید. کاش مادرم برای مخالفت با رفتنم دلایل دیگری می آورد. مثلا می گفت نمی تواند دوریم را تحمل کند یا دلش راضی نمی شود. دخترش موقتی هم که شده پیش خانواده دیگری بماند. اگر اینها را می گفت من هم اسیر این هوس نمی شدم و ترجیح می دادم در روستای من بمانم. اما اینها را نگفت، فقط می گفت توی کارهای خانه به کمکم احتیاج دارد و برای همین با رفتنم مخالف است. او هرچه بیشتر این حرفها را می زد، من هم هرچه بیشتر قانع می شدم که باید بروم. در این میان پدرم تصمیم گرفت که با هم به دیدن عالمی برویم که حکیم پیر حرفش را می زد. این شد که چند وقت بعد من و پدرم به راه افتادیم و به قونیه آمدیم. جلوی در مدرسه ای که مولانا در آن تدریس می کرد منتظرش ماندیم. آقا بابام را اولین بار آن روز دیدم. او از پیش و طلبه ها از پس بیرون آمدند. دست و پایم را گم کرده بودم. نتوانستم سرم را بلند کنم و به صورتش نگاه کنم. به دستهایش نگاه کردم. انگشتهایش باریک و بلند بود و به دست هنرمندها میمانست. پدرم پیش مولانا رفت و به من اشاره کرد. حضرت مولانا، دخترم کیمیا بچه خاص است، اما مادرش و من آدمهای ساده‌ای هستیم. نمیتوانیم آنطور که شایسته است او را پرورش بدهیم. میگویند بزرگترین عالم این حوالی شما هستید. کیمیا را به شاگردی قبول میکنید؟ زیر چشمی به صورت مولانا نگاه کردم. به نظر نمی آمد تعجب کرده باشد. لابد به شنیدن چنین خواسته های عادت داشت. همانطور که او و پدرم مشغول صحبت بودند، من هم به باشی پشتی رفتم. آنجا مشتی بچه بود، اما دختری در میانشان به چشم نمی خورد. مدرسه فقط برای پسرها بود، اما موقع برگشتن همین که چشمم به زن جوانی افتاد که تک و تنها گوشه ایستاده بود، از حیرت ماتم برد. زن زیبا و جذابی بود. صورتش مثل ماه گرد و درخشان بود. پوستش مثل شیر سفید بود، انگار از مرمر تراشیده بودنش. برایش دست تکان دادم. زن با تعجب نگاه هم کرد. بعد از لحظه تردید او هم برایم دست تکان داد. پیشش رفتم. گفت: سلام دختر کوچولو، مگر مرا میبینی؟ سرم را که تکان دادم زن از شادی لبخند زد. خب این فوق‌العاده است، کسی به جز تو نمیتواند مرا ببیند. همراه با آن زن پیش مولانا و پدرم برگشتم. گمان می‌کردم زن غریبه را که پیشم ببینند صحبتشان را قطع می‌کنند، اما به حرفشان ادامه دادم. زن حق داشت، کسی جز من نمی‌توانست ببیندش. مولانا گفت: بیا اینجا ببینم کیمیای عزیز. آنطور که پدرت می‌گوید خودت بدون معلم خواندن و نوشتن یاد گرفته‌ای. می‌گوید استعدادهای خاصی داری و عاشق مطالعه‌ای. بگو ببینم چه چیز کتاب‌ها را دوست داری؟ انگار چیزی توی گلویم گره خورده. زبانم قفل شد، نمی توانستم جواب بدهم. پدرم تشر زد: زود باش کیمیا، برای حضرت مولانا تعریف کن. انگار نگران بود مولانا از من نومید بشود. می خواستم درست جواب بدهم. می خواستم پدرم به وجودم افتخار کند، اما هر کاری کردم نتوانستم حرف بزنم. و اگر زن جوانی که کنارم بود دخالت نمی کرد، شاید اصلا حرف نمی زدم و دست خالی به روستای من بر می گشتیم. اما زن جوان به آرامی دستم را گرفت. یالا دختر خوشگل، تعریف کن برای مولانا. قول میدم همه چیز رو به راه می شود. آن وقت اعتماد به نفس پیدا کردم. به طرف مولانا برگشتم و گفتم: سرورم،
نزد شما پرورش یافتن باعث افتخارم است. از سختی ها فرار نمی کنم. مطالعه را دوست دارم. تشنه یادگیریم. به شما اطمینان می دهم شاگرد خوبی هم خواهم بود. چشم های مولانا برق زد، گفت: خب این خیلی عالی است. اما بعد آه کشید، انگار چیز ناخوشایندی به یادش آمده بود. ما اگر بدون استراحت و بی‌وقفه درس بخوانیم و پیشرفت هم بکنیم خیلی نمی‌گذرد که تو ازدواج می‌کنی و سرت به بچه داری گرم می‌شود. آن وقت این همه سال تدریس به هدر می‌رود. نمی‌دانستم چه بگویم. اشتیاقم از دست رفته بود. پدرم هم انگار که حوصله‌اش سر رفته بود، چشم‌هایش را به چارخ‌هایش دوخته بود و بی صدا انتظار می‌کشید. درست همان موقع بار دیگر زن جوان به کمکم آمد. به مولانا بگو که زوجهش همیشه دلش میخواسته دختر کوچک داشته باشد. خدا الان تو را فرستاده. اگر دختر بچه ای را آموزش بدهد، همسرش از این بابت خیلی خوشحال میشود. وقتی این جمله ها را اینن به زبان آوردم، مولانا خندید. میبینم قبلا به خانه ام رفته با زوجهم صحبت کردی. اما کررا در درس های من دخالت نمی کند فرزند. آن هنگام زن جوان آرام آرام سرش را تکان داد و در گوشم این زمزمه ها را کرد: بگو درباره کررا حرف نمیزنی، او همسر دومش است. تو درباره گوهر حرف میزنی، مادر پسرهایش. در حالی که سعی میکردم اسم ها را درست تلفظ کنم، گفتم: درباره کررا خاتون صحبت نمی کنم. درباره گوهر خاتون صحبت می کنم، مادر پسرهایتان. سایه ای صورت مولانا را پوشاند. تبسمش خاموش شد. گفت: گوهر مرده فرزندم، همسر مرحومم را از کجا می شناسی؟ داری شوخی می کنی؟ پدرم باز دست پاچگی وارد صحبت شد. قصد بدی ندارد سرورم، کیمیا دختر با ادبی است، هیچ وقت به بزرگترها بی احترامی نمی کند. فهمیدم که باید راستش را بگویم. همسر مرحومتان اینجاست پیش من. دستم را میگیرد و به حرف زدن تشویقم میکند. چشمهای بادامی قهوه‌ای، صورت ککومکی، لباس زرد بلندی دارد. زن جوان به دمپایی‌هایش که اشاره کرد آنها را هم تعریف کردم. میخواهد درباره دمپایی‌هایش حرف بزنم. با ابریشم براق نارنجی بافته شده، رویش هم گلهای ریز سرخی کار کردند، خیلی قشنگند. اشک در چشمهای مولانا حلقه زد. آن دمپایی ها را برای گوهر از دمشق خریده بودم. خیلی دوستشان داشت مرحوم. عالم بزرگ پس از گفتن این حرف ها سکوت کرد. انگار غرق در فکر به دور دست ها رفته بود. اما دوباره سر صحبت را که باز کرد، لحن صدایش محبت آمیز و دوستانه بود. در صدایش اثری از غم نبود. مولانا به پدرم گفت: الان می فهمم که چرا همه می گویند دخترتان دختر لایقی است. خب دیگر بهتر است را بیفتیم. می رویم به خانه ما، با هم نهار می خوریم و درباره آینده کیمیا صحبت می کنیم. مطمئنم خیلی طلبه خوبی می شود و خیلی از پسرها را پشت سر می گذارد. پیش از آنکه راه بیفتیم مولانا آرام پرسید: اینها را به گوهر هم می گویی فرزند؟ گفتم: احتیاجی نیست سرورم، او صدایتان را می شنود. به من گفت که الان باید برود، اما از آنجایی که رفته همیشه با محبت شما را تماشا می کند. مولانا لبخند زد. پدرم هم همینطور. اثری از سوء تفاهم باقی نمانده بود. آن لحظه فهمیدم که تأثیر آشناییم با مولانا خیلی فراتر از محیط خودم خواهد بود. میانه ام با مادرم هیچ وقت خوب نبود. اما انگار خدا برای پر کردن جای خالی مادرم در قلبم به من همزمان دو پدر داده بود. پدر واقعیم و آقا بابام. این بود حکایت وارد شدنم به خانه مولانا در 8 سال پیش. وقتی به اینجا آمدم بچه ای تشنه یادگیری، تودار و خجالتی بودم، اما خیلی زود به خانواده جدیدم عادت کردم. با گذشت زمان کررا از مادر خودم به من نزدیکتر شد. همیشه مهربان و دوست داشتنی است. پسران مولانا با آغوش باز قبولم کردند. به خصوص پسر بزرگش در حقم برادری کرد. علایالدین طور دیگری دوستم دارد. اگر هم حرفی نزند خودم حس می کنم، اما فقط به چشم برادر نگاهش می کنم. سرانجام معلوم شد حق با حکیمی بوده که به روستای من آمده بود. با آنکه دلم برای پدرم و خواهرم خیلی تنگ می شود، حتی یک بار هم از اینکه به قونی آمدم و جزو خانواده مولانا شده ام احساس پشیمانی نکرده بودم. حتی یک بار هم زیر این سقف
احساس تشویش نکرده بودند. تا موقعی که شمس تبریزی به اینجا آمد، پس از آمدن او دیگر هیچ چیز مثل سابق نماند، نمیشد بماند. الا بوستون 9 ژوئن 2008. به یاد ندار که هیچ وقت از تنها ماندن خوشش آمده باشد، اما این اواخر شاید هم برای اولین بار در زندگیش برای تنها ماندن در خانه لحظه شماری میکرد. در هر فرصتی با ملت عشق سر و کله میزد، گزارشی را که درباره رمان نوشته بود بازنویسی میکرد. به میشله تلفن کرده بود و گفته بود یک هفته فرصت اضافه میخواهد. راستش اگر کمی میجنبید میتوانست گزارش را سر موقع آماده کند، اما خودش نخواسته بود. رمان زهارا سبب شده بود به دنیای ذهنی خودش قدم بگذارد و به این ترتیب هم از مسئولیت‌های خانوادگی فرار کند و هم از دعوا و مرافعه با شوهرش که خیلی وقت بود انتظارش را میکشید. این هفته به جلسه کلوپ آشپزی فوزیون نرفته بود و این اولین غیبتش بود. حالا که خودش نمیدانست با زندگیش چه کند، سختش بود پهلوی 15 زن دیگر که زندگی مشابهی داشتند بایستد و آشپزی کند. در این میان الا قضیه نامنگاریش با عزیز را مثل رازی برای خودش نگه داشته بود. چه جالب، این اواخر کلی راز برای خودش پیدا کرده بود. مثلا عزیز نمیدانست الا دارد برای انتشارات گزارشی در مورد رمانش می نویسد. در مؤسسه انتشاراتی هم کسی خبر نداشت الا با نویسنده‌ای که دارد در مورد رمانش گزارش می‌نویسد مرتب نامه‌نگاری می‌کند. از طرف دیگر بچه‌ها و شوهرش هم نمتوجه درگیر شدنش با رمان شده بودند و نمتوجه نزدیک شدنش به نویسنده رمان. در عرض چند هفته از زنی که زندگی با ثبات و یک نواختی داشت به زنی دیگر تبدیل شده بود. زنی که زندگیش پر است از سهل‌انگاری و شانه خالی کردن و راز. قسمت عجیب ماجرا هم این بود که از این تغییر اصلا ناراحت نبود. آرامشی عجیب وجودش را گرفته بود. صبورانه منتظر بود اتفاقات مهمی بیفتند. از وضعیت روحی جدیدش شاکی نبود. برعکس، پس از مدت‌ها برای اولین بار حس می‌کرد دلش هوای دیگری دارد. پس از مدتی دیگر ایمیل کفاف نمی‌داد. شروع کردند به تلفن زدن. طوری شد که با وجود 7 ساعت فاصله زمانی روزی نبود که تلفنی صحبت نکنند. صدای الا موقع حرف زدن با عزیز ملایم و شکننده می شد. خنده را که شروع می کرد قهقهه اش موج بر می داشت و همه جا پراکنده می شد. طوری که انگار نمی توانست از خنده سیر شود. اینها تمرین قهقهه زدن زنی بود که هیچگاه در زندگی نتوانسته بود خودش را رها کند. یاد نگرفته بود به حرف دیگران گوش ندهد. همیشه خودش را سرکوب و خواسته هایش را سانسور کرده بود. در این میان چند اتفاق در خانه الا همزمان در حال وقوع بود. آیوی که نمره های ریاضیش پشت سر هم بد می شد، معلم خصوصی گرفته بود. آولی هم دیگر به خاطر بدغذاییش پیش روانپزشک می رفت. بعد از ماها برای اولین بار امروز صبح توانسته بود نصف بشقاب املت بخورد و با آنکه بلا فاصله حساب کرده بود چند کالری دریافت کرده، به شکلی معجزه‌وار احساس پشیمانی نکرده بود و نخواسته بود بعداً به خودش گرسنگی بدهد. از طرف دیگر جانت اعلام کرده بود با اسکات به هم بزند و با این کارش همه را گیج کرده بود. هر کس هم می‌پرسید چه اتفاقی افتاده، جواب می‌داد احتیاج دارد مدتی تنها بماند. اما تا آنجا که الا خبر داشت دخترش چندان هم تنها نمی‌ماند. اگر پیش از این بود فوراً عصبانی می شد و دخالت می کرد. تازگی ها سرعت آدم ها در برقرار کردن و قطع کردن ارتباط الا را به فکر فرو می برد. یعنی نزدیک شدنش به عزیز هم همچو چیزی بود. رابطه موقتی. وقتی کار مربوط به کتاب تمام می شد، این احساس نزدیکی هم خود به خود پایان می یافت. این نگرانش می کرد. عزمش را جذب کرده بود تا در روابطش با بچه ها حالت تحکم آمیز نداشته باشد. از نامنگاری هایش با عزیز دست کم این را یاد گرفته بود که اگر حالت طلبکارانه و سماجت آمیزش را کنار بگذارد و آرام و ساکت باشد، بچه هایش با او راحت تر ارتباط برقرار می کنند و دردشان را به او می گویند. قبلا خودش را مرکز خانواده می شمرد و معتقد بود اگر تک به تک بر زندگی همهشان نظارت نکند، این ساختار به کل از هم می پاشد. زنی سمج بود، نیروی مرکزی که تمام خانواده و همه چیز خانه را در تعادل نگه می دارد. اما دیگر از سمج بودن استعفا داده بود و به ناظری صبور و آرام تبدیل شده بود. شبها و روزها می گذشت. روند حوادث را با نگاهی بی‌طرف نظاره می کرد.
از وقتی توانسته بود قصه چیزهایی را نخورد که نمیتوانست کنترلشان کند، زنی دیگر شده بود. آدمی موقرتر، تنهاتر، حساستر. دیوید متوجه شده بود زنش فرق کرده. یعنی به همین دلیل میخواست وقت بیشتری را با او بگذراند. این روزها زود به خانه برمیگشت. الهات میزد مدتیست آن یکی زنها را نمیبیند. دیوید روزی چند بار میپرسید عزیزم خوبی؟ همه چیز رو به راه است؟ اله هم هر بار با حالت یکسان میگفت رو به راه، خیلی هم رو به راه. بعد لبخند میزد. از وقتی تک و تنها به گوشه خزیده بود و برای خودش دنیایی آفریده بود، پوسته براقی که زندگی خانوادگیشان را درخشانتر و موفقتر از واقع نشان میداد ریخته بود. از وقتی نقش بازی کردن را رها کرده بود، میتوانست کاستی ها و خطاهای هر دویشان را ببیند. دیگر طوری رفتار نمی کرد که انگار حواسش به دور و برش نیست. حسی درونی می گفت دیوید تحت تاثیر این تغییر رفتارش قرار گرفته. حرف زیادی برای گفتن به یکدیگر نداشتند. زن و شوهر یک بار صبح، یک بار هم شب، موقعی که با بچه ها دور میز آشپزخانه می نشستند، یکی دو جمله با یکدیگر رد و بدل می کردند. همین و بس. بعد ساکت می شدند. طوری که انگار واقعیت آشکار را قبول کرده بودند. بعضی وقتها احساس می کرد شوهرش با دقت نگاهش می کند. به نظر می آمد دیوید منتظر است الا چیزی از او بپرسد. شاید هم اگر الا موضوع را مطرح می کرد، دیوید آماده بود همه چیز را اعتراف کند. ممکن بود راضی شود همه روابط دیگرش را تا آن روز شرط دهد. انگار منتظر بود. منتظر آن سوال ساده بود تا مغر بیابد. اما الا چیزی نمی پرسید. بیش از این برای آن که زندگی زناشوییشان آسیبی نبیند، آبها را گل نمی کرد. خودش را به نفهمیدن می زد. طوری رفتار میکرد انگار از دنیا خبر ندارد. اما الا با هر حرکتش انگار میگفت از همه چیز خبر دارد، ولی برایش مهم نیست. شاید هم چیزی که شوهرش را میترساند همین شخصیت جدید الا بود. این رفتار سرد، این بیخیالی، الا خودش را قوی تر از آنچه بود حس میکرد. تا همین یک ماه پیش احساساتش با احساسات فعلیش خیلی فرق داشت. آن وقتها اگر دیوید برای استحکام زناشوییشان قدمی کوچک برمی داشت، از شادی بال در می آورد. اما الان نه. چطور این همه تغییر کرده بود؟ زنی با سه بچه چطور بدبینیش را کشف کرده بود؟ چطور با خودش رو در رو شده بود؟ اگر به آن اندازه که پای تلفن به جانت اعتراف کرد بدبخت بود، پس چرا همان کارهایی را نمی کرد که زنهای بدبخت می کند؟ چرا خودش را در حمام حبس نمی کرد؟ چرا پیشانیش را روی لبه وان نمی گذاشت و گریه نمی کرد؟ چرا موقع کار در آشپزخانه اشک نمی ریخت؟ چرا به پیاده روی های طولانی نمی رفت؟ طوری که انگار بخواهد از خانه فرار کند؟ چرا دچار بحران عصبی نمی شد و شیشه ها را خورد و خاکشیر نمی کرد؟ آرامشی عمیق وجود الا را فرا گرفته بود. هر روز صبح توی آینه به چهره اش نگاه می کرد و دنبال تغییر آشکار در صورتش می گشت. از یک طرف هیچ چیز در زندگیش تغییر نکرده بود. خانوادهش همان خانواده بود و او همان آدم. از طرف دیگر هیچ چیز مثل سابق نبود. می دانست که درست وسط نوعی تغییر است. کررا قونیه 29 ذی‌قعده 642. ماه از هنگام آمدن شمس تبریزی 6 بار بدر تمام شده و 6 بار هلال. در عرض این مدت شوهرم مثل هلال هر روز کمی تغییر کرده و از من و از پسرانش دورتر شده. گویی آدمی دیگر شده. ابتدا گمان کردم شور و هیجانی گذراست و بالاخره هرچه باشد حوصله‌شان از هم سر می رود. اما آنطور نشد. برعکس روز به روز بیشتر به هم گره خوردند. با هم که هستند یا در سکوتی عجیب فرو می روند یا پچ کنند صحبت می کنند. نتوانستم بفهمم چطور می توانند این همه مدت سکوت کنند یا این همه حرف برای گفتن از کجا می آبرند. مولانا پس از هر بار صحبت با شمس به آدمی دیگر تبدیل می شود. دور و غرق در فکر انگار تنش اینجاست، خودش نه.
دنیایشان دنیایی دو نفره است، جایی برای نفر سوم ندارد. به هر حرفی در آن واحد و به شکلی واحد عکس العمل نشان می دهند. با هم قصه‌دار می شوند و با هم سکوت می کنند. با هم به فکر می روند. حالتهای روحیشان به هم بسته است. بعضی روزها مانند گهواره‌ای که نسیم تکانش می دهد ساکتند. نمی خورند، نمی آشامند. بعضی روزها مانند رود خروشان بی‌وقفه حرف می زنند، می خوانند، راه می روند. مردی که 8 سال از شوهرم است، مردی که بچه هایش را مثل بچه خودم بزرگ کرده ام، مردی که برایش بچه آورده ام به مردی غریبه تبدیل شده. فقط وقتی به خواب عمیق فرو رفته خودم را به اون نزدیک حس می کنم. بیشتر شبها کنارش دراز می کشم و به صدای نفسهایش گوش می دهم. فقط در آن حال هوای محرمیت است که حس می کنم زنش هستم و در دلم روزنه امیدی پیدا می شود که شاید پیوند گذشته من دوباره جان بگیرد. پیوسته به خودم امید می دهم، سعی می کنم به خودم بقبولانم که همه چیز درست می شود. صد البته که شمس روزی می رود. هرچه باشد درویشی خانه به دوش است. مولانا اینجا با من می ماند. او به این شهر، به شنونده هایش، به طلبه هایش تعلق دارد. تنها چیزی که لازم است صبر کردن است. هر وقت صبرم تمام می شود، روزهای گذشته را به یاد می آورم. روزهایی که جلال الدین همیشه و در همه حال کنارم بود. وقتی خبر ازدواج من پخش شده بود، بعضی ها پشت سرم حرفهایی زده بودند. کرا قبلا مسیحی بوده، این زن اصالتاً رومی است، حتی اگر به دین حق هم گرویده باشد چطور میتوانی به او اعتماد کنی؟ بیگانه است، از ما نیست. عالم بزرگی مثل تو باید زنی بگیرد که مسلمان به دنیا آمده و مسلمان بزرگ شده باشد. اما مولانا اهمیتی به این حرفا نداد، نه آن هنگام نه بعدها. از این بابت همیشه سپاسگزارش خواهم بود. آناتولی دیاری است که در آن دین‌ها، باورها، عادت‌ها و قصه‌ها در هم آمیخته‌اند. اگر غذاهای مشابهی می‌خوریم و ترانه‌هایمان یکی است، اگر باورهای باطلمان مشترک است و شب‌ها ممکن است در خواب رویاهایمان یکی باشد، پس چرا نتوانیم با هم زندگی کنیم؟ بچه‌های مسلمانی می‌شناسم که نام عیسی بر خود دارند. بچه‌های مسیحی هم می‌شناسم که مادرهای رضایی مسلمان شیرشان داده‌اند. آناتولی مثل آب براق و جاری است. در اینجا همه حکایت‌ها با هم یکی می‌شوند. اگر میان مسیحیت و اسلام دروازه مرزی باشد، گمان نمی‌کنم این دروازه آنطور که متعصب‌های دو طرف ادعا می‌کنند غیر قابل عبور باشد. چون همسر دانشمندی مشهور همچون مولانا شدم، همه گمان می‌کنند برای علما زیاد ارزش قائلم، اما اینطور نیست. شاید عالمان دینی خیلی چیزها بدانند، اما ایمان از راه‌های عقلی و نقلی به کف می‌آید یا از راه قلب. استادان گاه چنان حرف‌هایی می‌زنند که درک کردنشان دشوار است. علمای مسلمان از مسیحی‌ها انتقاد می‌کنند چون تثلیث را قبول دارند. دانشمندان مسیحی هم از مسلمانان انتقاد می‌کنند چون می‌گویند قرآن بی‌نقص است. چنان حرف می‌زنند انگار این دو دین فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند. حال آنکه با وجود مباحثه‌های فراوان علمای دینی، وجوه مشترک مسیحیان عادی و مسلمانان عادی در آناتولی بسیار زیاد است. فرزندان یک خاکیم، زیر آسمانی مشترک. میگویند سخت‌ترین چیز برای مسلمانی که به مسیحیت گرویده قبول کردن تثلیث است. برای مسیحی که به اسلام گرویده نیز سخت‌ترین چیزها رها کردن تثلیث است. و اما خودم، برایم سخت نبود که بپذیرم عیسی پسر خدا نیست، بنده خداست. قرآن از قول حضرت عیسی چه میگوید؟ من بنده خدایم، به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است. هنگام گرویدن به اسلام این را از اول پذیرفتم. دشوارترین موضوع برایم ترک کردن مریم بوده. این را به کسی نگفتم، حتی به مولانا. اما گاه دلم برای آن چشمهای مهربان و قهوه‌ای مریم تنگ می شود. صورتش همیشه به من آرامش می بخشید. مریم مهربان و دوست داشتنی با آن چشمهای مخملی. در اصل از وقت شمس تبریزی به خانه من آمده آنقدر گیج شدم که پیش از همیشه حسرت حضرت مریم را می کشم. به سختی می توانم جلوی خودم را بگیرم و به آستان حضرت مریم دعا نکنم. در چنین مواقعی احساس گناه از درون مرا می خورد. آیا فکر کردن به مریم باعث می شود از دین جدیدم منحرف شوم؟
دوست داشتم از مولانا بپرسم، اما وقتی خودش را هم به زور می‌بینم چطور می‌توانم چنین سوال حساسی بپرسم؟ از این راز کسی خبر ندارد، حتی همسایه هم صفیه که در هر موضوعی همراز من است. فکر نمی‌کنم درک کند. کاش می‌توانستم دردم را به شوهرم بگویم، اما چطور؟ می‌ترسم با این کار از من دورتر بشود. پیش از این مولانا همه کسم بود، اما الان فرقی با سایه ها ندارد. نمیدانستم، فهمیدم. پس در این دنیا امکان دارد با مرد زیر یک سقف زندگی کنی و یک رخت خواب را با او قسمت کنی، اما باز در حسرتش بمانی. پس آدم دلش فقط برای کسانی که دوران تنگ نمی شود. ممکن است دلت برای نزدیکترین آدم هم تنگ شود. ممکن است شوهرت که با او سر بر یک بالین می‌گذاری یک روز صبح ناگهان به غریبه‌ای تبدیل شود. شمس قونیه 8 محرم 643. این همه ترس و وهم به من. انسان‌هایی پیدا می‌شوند 30 روز ماه رمضان را روزه می‌گیرند. عید که شد برای کفاره گناهانشان گوسفند حنابسته سر می‌برند. به حج تمتع و عمره می‌روند. روزی 5 بار سر به سجاده می‌گذارند. اما در دلشان نه جایی برای محبت است، نه جایی برای مرحمت. مرد حسابی، پس برای چه این همه زحمت می‌کشی؟ مگر بدون دوست داشتن و دوست داشته شدن می‌شود ایمان آورد؟ اگر عشق نباشد، عبادت هم کلمه خشک و خالی می شود. عبارت از 5 حرف کنار هم نشسته. پوسته بی‌مغز. انسان باید با عشق و در عشق ایمان بیاورد. باید در رگ‌هایش عشق به خدا و انسانها را حس کند. گمان می کنند آفریدگار جایی آن بالا در آسمان هاست. بعضی ها هم در مکه و مدینه به دنبال او می گردند. یا در مسجد محلهشان. مگر خدا در یک مکان می گنجد؟ چه قفلتی، او تنها در یک جاست، در دل عاشقان. از این رو چنین گفته است: نه آسمان میتواند در برگیرد مرا نه زمین، فقط و فقط در قلب بندگان مؤمنم میگنجم. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است. این ابله را ببین، میخواهد با خدا معامله کند. یعنی تو الان هر گونه خباثت را در ذهن بپروران، پشت سر این و آن غیبت بکن، به ناموس مردم چشم داشته باش، حق را ناحق بکن، به محض خارج شدن از مسجد نمازی را که خوانده ای فراموش بکن، بعد هم خیال بکن با 2 تا گوسفند قربانی کردن و 4 تا دعا از بر خواندن همه چیز درست می شود. اگر پاک کردن قلبت را نمی دانی بیهوده وضو نگیر. آفریدگار من تاجر نیست که با امثال تو تجارت بکند. آفریدگار من بقال نیست که گوشه ای از دفترش ستون گناه داشته باشد و گوشه دیگر ستون ثواب، بعد هم این دو را از هم کم کند و حسابت را در بیاورد. نه در یک دستش ترازویی است برای کشیدن، نه در دست دیگرش قلمی برای نوشتن. پروردگار من از این حسابهای پست منزه است. او زیبایی پرشکوه، نوری بی پایان، مرحمت و رحمتی بیکران است. از چه رو الهه یا بت بپرستم؟ پروردگار من همیشه زنده است. اسمش حی. از چه رو میان تاییدها و منها و زنها و حسابها بمانم؟ پروردگارم بسیار دوست دارنده است. اسمش ودود. چطور میتوانم پشت سر دیگر انسانها بدگویی کنم اگر باور داشته باشم که خدا هر لحظه همه چیز را میشنود؟ اسمش رقیب. تا هنگامی که پاهایم توان داشته باشد، نفسم براید و فرو برود و قلبم بتپد، برای ستایش او ترانه می سرایم و پای می کوبم. دایره می شوم و چرخ می زنم. مادامی که از روحش در من دمیده است، من هم در هر نفسم او را یاد می کنم. نفس خود را خرد می کنم تا هنگامی که ذره‌ای در بی نهایت، حبه‌ای در عشق و گردی در امارت معظمی شوم که او برساخته. با شور و اشتیاق و ثبات قدم به طرف او خواهم رفت. نه فقط به خاطر چیزهایی که به من ارزانی داشته، بلکه به خاطر چیزهایی که از من دریغ کرده نیز شکر خواهم کرد. چون تنها اوست که می داند چه چیز به صلاح من است. قاعده 24.
حال که انسان اشرف مخلوقات است، باید در هر گام به یاد داشته باشد که خلیفه خدا بر زمین است و طوری رفتار کند که شایسته این مقام باشد. انسان اگر فقیر شود به زندان افتد، آماج افترا شود، حتی به اسارت رود، باز هم باید مانند خلیفه‌ای سرافراز، چشم و دل سیر و با قلبی مطمئن رفتار کند. شریعت میگوید مال تو مال خودت، مال من مال خودم. طریقت میگوید مال تو مال خودت، مال من هم مال تو. معرفت میگوید نه مال منی هست نه مال تویی. حقیقت میگوید نه تو هستی نه من. متعصب ها به جای آن که خود را در عشق خدا فنا کنند و با نفس خود جهاد کنند، همیشه با دیگران می جنگند و از نسلی به نسل دیگر تخم ترس می پاشند. اگر انسان بدبینانه نگاه کند به همه جا، طبیعی است که همه جا بدی ببیند. هرگاه در جایی زلزله یا خشکسالی شود، نشانه غضب خداوند می شمرند. حال آنکه آشکارا گفته است رحمتم از غضبم فزون است، با این حال می نشینند و نظاره می کنند، می خواهند حق انتقامشان را بگیرد. زندگیشان پر است از کینه و خصومت، نامهربانی ابر سیاهی است که رویشان را پوشانده. مبادا درخت ها باعث شوند جنگل را نبینی، به آیه های تنها قناعت نکن. باید جزها را در پرتو کل خواند و کل در جوهر پنهان است. متعصب ها به جای آن که جوهر و کل قرآن را دریابند، به یکی دو آیه بسنده می کنند. به دستورهای اولویت می دهند که گمان می کنند با ذهنهای ستیز جویشان سازگار است. مدام برای همه نطق می کنند. روز محشر که برسد باید از پل صراط بگذاریم که از مو نازکتر و از تیغ تیزتر است. گناهکارها که نمی توانند از پل بگذرند، به پایین، به چاله های جهنم سقوط می کنند و در آنجا تا ابد عذاب می کشند. آنهایی که با فضیلت زندگی کردند و به آن طرف پل می رسند و تا ابد در باغ ها با حوری ها به سر می برند. چیزی که از آخرت می فهمند خلاصه اش همین است. یا از جهنم می ترسند یا منتظر پاداش در بهشتند. حال آنکه اصل عشق خداست، این را فراموش می کنند. قاعده 25. فقط در آینده دنبال بهشت و جهنم نگرد. هرگاه بتوانیم یکی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب و معامله دوست داشته باشیم، در اصل در بهشتیم. هرگاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کین آلوده شویم، با سر به جهنم افتاده ایم. مگر ممکن از جهنمی بدتر از عذاب مردی باشد که گناهی بسیار بزرگ مرتکب شده و وجدانش مثل موشی گرسنه مغزش را می جبد؟ از آن مرد بپرس تا برایت بگوید که جهنم چیست؟ یا مگر ممکن است بهشتی بالاتر از استقنای مردی باشد که خیرش به انسانها میرسد؟ به جای شکستن قلبها در تسکین قلبها میکوشد. توانسته حلقه از زنجیر محبت باشد و با نوک انگشتانش رازهای کائنات را لمس کند. از آن مرد بپرس تا برایت بگوید بهشت چیست؟ چرا اینقدر به بعد از مرگ میاندیشی؟ تنها زمانی که می توانی به درستی وجود یا عدم وجود عشق را در زندگی من درک کنی، همکنون است. راهنمای عاشقان نه ترس از جهنم است و نه اشتیاق پاداش بهشت. آنها در دریای بیکران لدن شناورند. طایفه صوفیان عاشق خدایند. این عشق بی واسطه است، بی پیچ و خم، بی چشم داشت. آه من العشق. قبل از عشق، بعد از عشق. عشق قدیمی ترین و پابرجاترین سنت روی زمین است. عاشق رانده می شود اما نمی راند. عاشق آزار می بیند اما آزارش به مورچه هم نمی رسد. عاشق که شدی می فهمی. دلت به کیسه مخملی تبدیل می شود، درونش گلوله ابریشمی. با این دل نازک نمی توانی کسی را برنجانی. به صف عشاق می پیوندی، نترس. در عشق که فنا شوی، تعاریف ظاهری و مقوله های ذهنی دود می شوند و می روند به هوا. از آن نقطه به بعد چیزی به نام من نمی ماند. تمام منیتت می شود سفری بزرگ. آنجا نه شریعت می ماند، نه طریقت، نه معرفت. فقط و فقط حقیقت هست که می ماند. دیروز که با مولانا درباره این امور صحبت می کردیم و می اندیشیدیم، یک بار چشمانش را بست و این ابیات جاری شد. از آن لبهای عزیزش: چه تدبیر ای مسلمان
که من خود را نمی دانم، نه ترسا نه یهودیم، نه گبر و نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه علویم نه سفلیم، نه ز ارکان طبیعیم، نه ز افلاک گردانم. دویی را چون برون کردم، دو عالم را یکی دیدم. یکی بینم، یکی جویم، یکی دانم، یکی خواهم. مولانا می گوید از من شاعر در نمی آید، راستش از شعر خیلی خوشم نمی آید، حال آنکه شاعری در درون دارد، آن همچه شاعر توانایی. برای پاره کردن پیلش آماده می شود. دویی را دیر زمانی است برون کرده. آنچه در نظر دیگران جدا جدا است، در نظر او تک و واحد است. آری حق با مولاناست، او نه شرقی است نه غربی، اهل دیاری کاملا دیگر است، جزء ملتی کاملا جدا، ملت عشق. الا بوستون 12 ژوئن 2008. سرانجام تمامش کرده بود، به آخر ملت عشق رسیده بود، هم کتاب را خوانده بود هم گزارشش را کامل کرده بود. الا با آنکه خیلی دلش می‌خواست نظراتش را درباره رمان با عزیز در میان بگذارد، با این فکر که کار غیر حرفه‌ای جلوی خودش را گرفته بود. کار و عشق نباید با هم قاطی می‌شد. ابتدا باید کاری را که به او سپرده بودند تمام می‌کرد. به عزیز حتی نگفته بود توی کتاب فروشی هرچه درباره مولوی پیدا کرده خریده و شبها پیش از خواب چند صفحه مثنوی می‌خواند. با وسواس زیاد روابطش با نویسنده را از کارش در مورد رمان جدا کرده بود. اما آنچه در 12 ژوئن رخ داد، مرزی را که میان کار و عشق کشیده بود از میان برد. الا رابینشتین تا آن روز نمی دانست عزیز چه شکلی است، چطور ممکن بود بداند، عکسی از اون ندیده بود. عزیز در سایت اینترنتیش در میان عکس هایی که انداخته بود عکس خودش را نگذاشته بود. راستش الا اوایل لذتی جداگانه می برد از اینکه نمی دانست کسی که با او نام نگاری می کند چه شکلی است. تیپش ظاهرش مهم نبود. نه دلش خواسته بود عکس عزیز را ببیند، نه نیازی به این دیده بود که عکس خودش را برای او بفرستد. اینطوری بهتر بود، اسرار آمیزتر بود. اما رفته رفته کنجکاوی بر او غلبه کرد. می خواست شهره نویسنده نامه ها را ببیند. به نظرش هم عجیب می آمد که عزیز از او عکس نخواسته. در این دوره و زمانی که همه چیز تصویر محور است، مگر ممکن است آدم با کسی که نمی‌داند چه تیپیست دوستی کند؟ صمیمی شدن که اصلا حرفش را هم نزن. سرانجام الا تصمیم ناگهانی گرفت و یکی از عکس‌های قدیمیش را برای عزیز فرستاد. در عکس توی آلاچیق نشسته بود و کنارش هم سایه دوست داشتنی پیراهن صورتی با پارچه ظریف تنش بود. لبخندی به لب داشت با حالتی نیمه شاد و نیمه غمگین. با انگشت‌هایش تسمه قلادی سگ را محکم گرفته بود، طوری که انگار از اون نیرو می‌گیرد. آسمان بالای سرشان مانند بقچه‌ای چهل تکه پهن بود، تکه‌های خاکستری، کبود، سرخ. از آن عکس‌هایی نبود که خیلی دوستشان دارد، اما حال و هوای عرفانی داشت، یا اینکه دست کم خودش اینطور فکر می‌کرد. عکس را به ایمیل پیوست کرد و فرستاد. اینطوری به یک معنا از عزیز هم میخواست عکس خودش را بفرستد. خیلی طول نکشید که آن عکس رسید و آن هنگام بود که الا اولین بار دید عزیز زهارا چه شکلی است. به نظر میرسید عکس را جایی در خاور دور گرفتند. توی کادر عکس بیشتر از یک دو جین بچه بود، همه موسیاه، چشم بادامی، قد و نیم قد، و عزیز در میانشان ایستاده بود. پیراهن کتانی سیاه و بلندی به تن و شلوار سیاه به پا داشت. بینیش باریک و بلند بود. خطوط چهرهش خشن بود، اما در این حال حالتی ملایم و مهربان داشت. استخوان گونه هایش برجسته بود و پیشانیش بلند بود. موهای بلند و سیاهش روی شانهش ریخته بود. چشمان سبز رنگش حالتی آرام داشت، حاکی از اعتماد به نفسی عمیق.
گوش راستش گوشواره داشت. گردن آویزی به شکل خورشید نیز از گردنش آویزان بود. در زمینه عکس دریاچه نقره‌ای مثل آینه می درخشید و سایه یکی که وارد کادر عکس نشده بود، شاید هم آنجا نبود، گوشه پایینی عکس افتاده بود. الا همانطور که داشت همه جزئیات مرد توی عکس را به خاطر می سپرد، حس کرد قبلا جای او را دیده. خیلی عجیب بود، اما انگار پیش از این با هم آشنا شده بودند. یک دفعه متوجه قضیه شد و فهمید او به نظرش شبیه چه کسی رسیده. پس چی؟ عزیز زهارا به شکل حیرت انگیزی شمس تبریزی را به یادش می آورد. عزیز عیناً همان شکلی بود که شمس در رمان پیش از رفتن به قونیه برای آشنایی با مولانا تصویر شده بود. دست کم به لحاظ ظاهر، الا خیلی کنجکاو شده بود. عزیز زهارا شخصیت اصلی کتابش را دانسته به خودش شبیه کرده بود. ممکن بود همانطور که خدا انسان را به هیئت خودش آفریده، عزیز هم که نویسنده از خواسته باشد قهرمان رمانش را به شکل خودش بیافریند. اما احتمال دیگری هم بود. شاید شمس تبریزی واقعا هم همانطور بوده که در رمان توصیف می شود و در این صورت شباهت دو مرد که با فاصله 800 سال به دنیا آمده اند خیلی حیرت آور می شود. این شباهت ظاهری فارغ از علم یا اراده نویسنده به وجود آمده بود. الا همانطور که به حل این معما فکر می کرد، با خودش گفت شاید میان شمس تبریزی و عزیز زهارا نزدیکی فراتر از نوعی بازی ساده ادبی وجود داشته باشد. شباهتی که کشف کرده بود دو تأثیر غیر منتظره داشت. یکی این که تصمیم گرفت ملت عشق را دوباره بخواند و این بار نه فقط از زاویه داستانی بلکه از منظری دیگر برای پیدا کردن عزیزی که در شمس تبریزی پنهان شده بود، برای یافتن نویسنده‌ای که در قهرمان داستان مخفی شده بود. دوم این که شخصیت عزیز توجهش را بیشتر جلب کرد. که بود این عزیز؟ سرگذشتش چگونه بود؟ قبلن در یکی از ایمیل ها نوشته بود اسکاتلندی است. در این صورت چرا اسم شرقی و اسلامی داشت؟ چرا از نام عزیز استفاده می کرد؟ اسم واقعیش چیست؟ زهارا معنایی دارد؟ همه اینها یک طرف. صوفی یعنی چه؟ تصوف چگونه چیزی است؟ یک چیز دیگر هم بود که ذهنش را مشغول می کرد. آرزو. از آخرین باری که حس کرده بود زن است و آرزو کرده بود مردی کنارش باشد، زمانی آنقدر طولانی گذشته بود که حتی فراموش کرده بود این احساس چگونه است. شاید به همین دلیل برای رو در رو شدن با خودش این همه تأخیر کرده بود. اما الان واقعیت درست روبرویش ایستاده بود. نیروی جاذبه‌ای قوی، تحریک کننده و گریزان از قواعد. الی هرچه بیشتر به مرد توی عکس نگاه می کرد، بیشتر آرزو می کرد کنارش باشد. این آرزو چنان غیر منتظره و درهور آور بود که سر لپتاپش را بست. از آشپزخانه دور شد. انگار اگر این کار را نمی کرد، مرد توی عکس به زندگیش رخنه می کرد یا بدتر از آن. دستش را می گرفت و به داخل عکس می کشیدش. بیبرس جنگاور قونیه، شش سفر 643. سرها پار شده اند و پاها سر. عمویم شیخ یاسین می گوید هر روز که می گذرد دنیا بیشتر در فساد فرو می رود. از وقتی عصر سعادت به پایان رسیده، تاریخ تمدن چیزی نبوده جز غلطیدن در سراشیبی. به عمویم احترام می گذارم و به حرفایش گوش می کنم، اما فکر می کنم در این مورد اشتباه می کند، چون اگر از من بپرسید می گویم هر جا که آدمی زاد بود جنگ و خشونت بوده و از این به بعد هم خواهد بود. مگر در زمان حضرت پیغمبر اینطور نبود؟ مگر در آن دوره خصومت و دشمنی از بین رفته بود؟ مجادله و جنگ در ذات زندگی هست. طبیعت را ببین، شیر آهو را می خورد، لاشه اش را هم کرکس ها تکه پاره می کند. چیزی که باقی می مانند استخوان های سفید است. طبیعت ظالم است و اشک چشم اهمیت نمی دهد. در آسمان، در دریا و در زمین، هر لحظه و همه جا، بزرگ کوچک را، ظالم مظلوم را می بلعد. برای همین است که برای زنده ماندن فقط یک قاعده است. باید از دشمنت حیله‌گرتر و قوی‌تر باشی.
اگر میخواهی سرت بر بدنت بماند و قلبت در سینه‌ات بتپد، باید بجنگی به همین سادگی. و ما هم میجنگیم. امروز در این دوران حتی صاف و ساده ترین آدم ها هم میدانند چاره دیگری وجود ندارد. 5 سال پیش وقتی 100 ایلچی چنگیز خان را که برای بستن معاهده صلح فرستاده بود یک جا به قتل رساندند. اوضاع به هم ریخت. چنگیز خان از خشم خونش به جوش آمد و علیه اسلام اعلان جنگ کرد. هنوز هم معلوم نشده چرا ایلچی ها را کشتند. کسی نمی داند. بعضی ها می گویند چنگیز خان خودش ایلچی ها را کشت تا بهانه‌ای برای حمله داشته باشد. اینها را من نمی دانم. تنها چیزی که می دانم این است که در عرض 5 سالی که مغول ها خاک خراسان را به توبره می کشیدند، سنگ روی سنگ، سر روی گردن نماند. تازه انگار همین بس نبوده، در کوسه داغ برقشون سلجوقی ها غلبه کردند و قوجا سلطان را مجبور کردند خراج بپردازد و با آنها بیعت کند. اینکه مغول ها نسل من را از روی زمین بر نداشتند به این دلیل نبوده که دوست من داشتند، بلکه ترجیح دادند زیر یوغ آنها باشیم. از روز ازل، از وقتی هابیل قابیل را کش جنگ بوده، اما مثل قشون تشنه به خون مغول را نه کسی دیده نه کسی شنیده بود. در هنر جنگ سرآمد دیگرانند. از انواع سلاح استفاده می کنند که هر یک برای هدفی متفاوت است. همگی جوشن پوشند و مجهز به ششپر و تبر و شمشیر و خنجر و تیر و کمان. تیرهایشان از زره می گذرد و سخت‌ترین استخوان‌های بدن را هم می شکنند. حتی تیرهایی ساخته‌اند که سفیرکشان از فوجی به فوج دیگر خبر می برند. در جنگ چنان مهارتی یافتند که کسی را توان مقابله با آنها نیست. شهرهای قدیمی مثل بخارا به ویرانه بدل شده‌اند. تازه مشکل من فقط مغول‌ها نیستند. صلیبی‌ها از یک طرف، بیزانس هم از طرف دیگر، خود حکومت‌های مسلمان هم با یکدیگر رقابت می‌کنند. در وضعیتی که دشمنان از هر طرف محاصره‌مان کرده‌اند، دم زدن از صلح و آرامش به چه کارمان می‌آید؟ برای همین است که آدم‌هایی مثل مولانا اعصابم را به هم می‌ریزند. برایم مهم نیست که همه دوستش دارند و احترامش را نگه می‌دارند. به نظر من که آدم ترسویی است. قبلا ممکن بود عالم خوبی باشد، اما این روزها دنبال روی شمس کافر شده. حالا که دشمنان اسلام بیخ گلوی من را گرفتند، مولوی به جوانها چه نصیحتی می کند؟ انفعال، هراس. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. اگر این طور باشد، پس چطور می توانیم مقاومت کنیم؟ چطور می توانیم سرپا بمانیم؟ جواب مولانا آماده است، با صبر. پس گردنمان بزنند و نانمان را از دستمان بگیرند، همین را می‌خواهی؟ مولانا رسما توصیه به تسلیم می‌کند. می‌خواهد مسلمان‌ها را به گله گوسفندان عاجز و مطیع تبدیل کند. می‌گوید هر طایفه‌ای قسمتی و موسمی دارد. یعنی چه؟ یعنی باید منتظر بنشینیم تا اجلمان سر برسد؟ به جز عشق کلمه‌های دیگری هم دوست دارد. صبر، سازش، آرامش، مدارا، توکل، همه اش حرف مفت است. اگر دست او باشد، همه باید در خانه های من بنشینیم و منتظر بمانیم دشمن از راه برسد و سر من را ببرد. مطمئنم که آن موقع از سوراخش بیرون می آید، به ویرانه ها نگاه می کند و می گوید چه کاری از دست من بر می آید، قسمت این بوده، برای این هم باید شکر کرد. شایعه‌ای به گوشم خورده، میگویند چند روز پیش حرف‌های عجیب و غریبی زده، گفته مسجدها و مدرسه‌ها باید خراب شوند. این هم شد حرف. مولوی هنوز کودک بوده که همراه خانواده‌اش از بلخ فرار کرده‌اند و به آناتولی پناه آورده‌اند. سلطان سلجوقی ثروتمندان قدرتمند آن دوره را آشکارا دعوت کرده بود.
پدر مولوی هم یکی از آنها بوده، با شکم سیر و جیب پر از خارزار بلخ بیرون آمده و به باغهای لطیف قونیه وارد شدند. مردی با چنین پیشه خیلی راحت می تواند بگوید همه چیز را به فال نیک بگیر. همین دیروز بود که شنیدم شمس تبریزی در بازار برای جماعت حکایتی تعریف کرده، گفته که حضرت علی داماد و خلف پیغمبر روزی در میدان جنگ با کافری می جنگیده. حضرت علی آن مرد کافر را بر زمین می زند، به سینهش می نشیند و درست همان لحظه که می خواسته ذوالفقار را در قلبش فرو کند، مرد کافر سرش را بلند می کند و با نفرت به صورتش آب دهان می اندازد. حضرت علی فوراً شمشیر را رها می کند، نفسی عمیق می کشد و بلند می شود و می رود. مرد کافر حیرت می کند. از پی علی می دود و می پرسد لحظه ای بیست، چرا رهایم کردی و نکشتی؟ حضرت علی می گوید چون بر تو خشم آوردم. مرد کافر حیرت زده می پرسد پس در این صورت چرا نکشتیم؟ بر صورتم آب دهان که انداختی سخت عصبانی شدم، نفسم تحریک شد، قصد انتقام کردم، اگر می کشتمت مغلوب نفس می شدم. به این ترتیب حضرت علی آن کافر را آزاد می کند. مرد کافر چنان تحت تأثیر قرار می گیرد که از آن روز به بعد در خدمت حضرت علی می ماند و پس از چندی با خواست و اراده خودش مسلمان می شود. شمس تبریزی دوست دارد همچو داستانهایی تعریف کند، اما زیر این ملغمه حرف و سخن چه چیزی تلقین می کند؟ بگذارید کافرها، منکرها، منافقها سوار کله تان شوند و بر صورتتان توفی اندازند، اما شما زیر سیبیلی رد کنید. مبادا چیزی بگویید نه خیر، همچو چیزی نمی شود. از مادر نزایده کسی که بتواند به صورت من توف کند، چه کافر باشد چه هر کس دیگری. الا بستون 13 ژوئن 2008. شاید این سوال به نظرت عجیب بیاید، اما نمی توانم نپرسم. عزیز، نکند تو شمس تبریزی باشی؟ در وجود شخصیتی که در رمانت تصویر می کنی انگار تو هم هستی، این طور نیست؟ قربانت الا. الای عزیز، زمانی بابا صمد به من گفته بود یک شمس تبریزی به این دنیا آمد و رفت، اما نه یک بار، صدها بار. در هر دوره ای دوباره می آیند آنها، اما وقتی مولوی هایی نباشد که شمس را ببینند و قدرش را بدانند چه فایده ای دارد؟ تو به همین دلیل به دنبال مولوی ها بگرد. موقعی که نامه ات را می خواندم این نصیحت قدیمی به یادم افتاد. با محبت عزیز. عزیز گرامی، بابا صمد دیگر کیست؟ قربانت الا. الای عزیز، داستانش طولانی است، واقعا میخواهی بدانی؟ باقی بقایت عزیز. برای تو وقت دارم، خب تعریف کن دیگر. با حسرت الا. مولوی قونیه 29 صفر 643. زندگیت بلا نقصان کامل و بی کم و کاست است، یا چنین تصور می کنی با عادتها کنار می آیی و اسیر تکرارها می شوی. گمان می کنی همانطور که تا امروز زندگی کرده ای از این به بعد هم زندگی خواهی کرد. بعد در لحظه ای نامنتظر کسی می آید شبیه هیچ کس دیگر. خودت را در آینه این انسان نو می بینی. آینه سحرآمیز است او. نه آنچه داری بلکه آنچه نداری آن را نشانت می دهد. و تو می فهمی که سالهای سال در اصل همیشه با نوعی احساس نقصان زندگی کرده ای و در حسرت چیزی ناشناخته بوده ای. حقیقت مثل سیلی به صورتت می خورد. این شخص که خلأ درونت را نشانت می دهد ممکن است پیری، استادی، دوستی، رفیقی، همسری یا گاه کودکی باشد. مهم این است روحی را بیابی که کاملت کند. همه پیامبران این پند را داده اند. کسی را پیدا کن که خودت را در آینه وجودش ببینی. آن آینه برای من شمس است. انسان سالها می کوشد و قاموس خودش را می آفریند. برای هر مفهومی که به نظرش مهم است تعریفی می یابد. حقیقت، سعادت، زیبایی،
افتخار، اعتبار، صداقت. در بزنگاه‌های زندگی قاموس شخصیت را باز می‌کنی و می‌خوانی. دیگر نمی‌توانی در تعریف‌هایی که مدت‌ها قبل یافته‌ای به آسانی شک کنی. اما روزی آن غریبه می‌آید و قاموس گرانبهایت را می‌گیرد و به گوشه‌ای پرت می‌کند. می‌گوید همه تعریف‌هایی که تا امروز بی قید و شرط پذیرفته‌ای از نو نوشته می‌شود. زمان آن فرا رسیده که همه داستانهایت را فراموش کنی. این است کاری که شمس با من کرد. هر دانشی را که در درستی از شک نداشتم پاک کرد. من را که استاد بودم به جایگاه طلبگی نشاند. وقتی کسی را اینقدر دوست داشته باشی، دلت می خواهد خانواده ات، دوستانت، نزدیکانت نیز در این محبت سهیم شوند و او را دوست داشته باشند. می خواهی احساست را درک کنند و اگر درکت نکنند حیرت می کنی، آزرده می شوی. چه کنم تا خانواده ام شمس را همان طور ببینند که من می بینم؟ آن را که در وصف نمی گنجد مگر می توان وصف کرد؟ شمس دریای رحمتم، خورشید لطفم است. عمق دوستی من مانند قرائت چهارم قرآن است. یا درونش هستی از خود بی خود می شوی و می روی، یا بیرونش هستی و قادر نیستی بفهمی به چه میماند. متاسفانه خیلی ها بی آن که از ماجرا خبر داشته باشند درباره دیگران قضاوت می کنند. به نظر آنها شمس درویشی آسی است، سرکش و کله خراب است، معلوم نیست چه کار می خواهد بکند. خلاصه آدمی غیر قابل اعتماد است. آنهایی که به دروغ و دوز و کلک عادت کرده اند تا به تحمل زبان تند و لهجه صریح شمس را ندارند. جایی که دیگران ریاکارانه ادب را رعایت می کنند، شمس لجوجانه پتهشان را روی آب می ریزد. هر حرفی داشته باشد تو روی آدم می گوید. ندیدم پشت سر کسی حرف بزند. از نظر من شمس ظهور تلسمی است که کائنات را می چرخاند. دل شمس به کاروانسرا می ماند. هرچه بگردی تمام نمی شود. در حجره اش مسافران مفلوک منزل کردند. او کسی را از خود نمی راند. من در وجود شمس همراز آینه روحم را یافتم. چنین ملاقاتی در زندگی یک بار اتفاق می افتد. 37 سال یک بار. همه می پرسند چرا شمس را اینقدر دوست دارم. چطور می توانم جواب بدهم؟ هر کس این سؤال را بکند پیداست نمی فهمد. هر کس بفهمد این سؤال را نمی کند. حکایت خلیفه هارون الرشید به یادم افتاد. خلیفه که شنیده بود مجنون لیلی را دیوانه وار دوست دارد، کنجکاو شده بود بداند لیلی چگونه دختری است. با خود می گفت لیلی حتما زن بسیار زیبایی است که مجنون را اینطور مست و دیوانه کرده. لابد از دیگر زنان بسی زیباتر و جذابتر است. رفته رفته کنجکاویش بیشتر می شود و می خواهد یک بار هم که شده لیلی را به چشم خود ببیند. سرانجام لیلی را می یابند و به قصر خلیفه می آورند. در آنجا لباسی زیبا به تنش می کنند، بزکش می کنند و به حضور خلیفه می آورندش. اما همین که لیلی روبندهش را کنار می زند، خلیفه هارون الرشید سرخورده می شود. گمان مبرید که لیلی زشت بوده یا عیب و ایرادی داشته یا اینکه پیر بوده، اما راستش جذابیت فوق‌العاده‌ای نداشته است. او هم مثل بیشمار زنان دیگر موجودی فانی بوده با نقصانهای خودش. خلیفه سرخوردگیش را پنهان نمی کند. لیلی لیلی که می گویند این است، کجای این مجنون را خاطر خواه خودش کرده؟ زنی معمولی است، با زنهای دیگر چه فرقی دارد؟ لیلی این را که می شنود می خندد و در جواب می گوید بله من لیلیم، اما تو مجنون نیستی، باید مرا با چشم مجنون ببینی. خیال نکن طور دیگری به رازی که عشق می نامندش می توانی برسی. خیلی خوب، چیزی را که خلیفه هارون الرشید نمی تواند درک کند، خانواده ام، دوستانم، طلبه هایم می توانند درک کنند. چطور می توانم شمس را برای کسانی توصیف کنم که قادر نیستند ببینند او چه انسان خاصی است؟ چه باید بکنم تا بفهمند برای دیدن شمس تبریزی لازم است با چشم مجنون نگاه کنند؟ نه با چشمی که از قبل داوری خود را کرده است. عشق در نظر کسی که عاشق نیست کلمه خشک و توخالی است.
نیمی فریب نیمی سفسته. آن که عاشق نیست عشق را نمیتواند خوب درک کند، آن که عاشق است نمیتواند وصف کند. در این صورت در جایی که کلمه ها توان ندارند، عشق را مگر میتوان در قالب سخن ریخت؟ پیش از این به من میگفتند صراف سخن، استاد خطابه، سرور حروف، غواص دریای معنا. اوضاع غریبی است. من که به آسانی مقصودم را بیان می کردم و مرامم را می نوشتم، من که به موعظه و کتاب و نطق عادت داشتم، دیگر به کلمه ها اعتماد ندارم. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.